بدون شک یکی از مهمترین قابلیت های فانال کات این فیچر مدیا منیجره که خیلی محجور مونده. من میبینم تو ایران خیلی کم ازش استفاده میشه و خیلی نادیده گرفته میشه، با وجودی که قابلیت های خیلی زیادی داره و خیلی میشه ازش استفاده کرد. اما این مدیا منیجر چی هست؟ شما وقتی روش کلیک میکنید و باز میشه یک همچین پنجره میبینید. مهمترین عنوان بدون شک این مدیا یا همین رول باریه که شما اینجا میبینید که روش نوشته کپی، موو، ریکامپرس، یوز اگزیستینگ و کرییت آفلاین. اما هر کدوم از اینها چیکار انجام میدن؟ اگر من بیام اینجا توی این بخش نشونتون بدم، اولین عنوانی که شما اینجا میبینید کپیه. کپی برای زمانیه که شما یه سری فایل توی هاردتون داشتین، حالا مثلا یه سری هم توی یه هارد دیگه داشتین، توی جاهای مختلف و توی یه سکانس فانال کات از اون استفاده کرده بودید و حالا میخواید خروجی بگیرید، اون رو مثلا روی یه هارد اکسترنال بریزید ببرید توی دستگاه دیگه که اونها براتون تبدیلش بکنن به تیپ. فرض کنیم که مثلا روی دستگاه اول تیپ وجود نداره یا وسیله که بشه باش خروجی گرفت و ما از این طریق میخوایم خروجی بگیریم. شما از طریق گزینه کپی میتونید تمام پروژه‌تون رو روی یک مقصد کپی بکنید بدون اینکه هیچ چیزی جا بیفته و خیالتون راحت باشه که توی دستگاه مقصد وقتی میخواید پروژه رو باز بکنید و خروجی بگیرید هیچ مشکلی پیش نمیاد و هیچ کم و کسری نداره فایل هاتون. خب من خیلی تیتروار یه توضیح راجع به اینها میدم تا توی قسمت‌های بعدی دقیقاً به جزئیاتشون بپردازیم. اما موو چی کار میکنه؟ موو عین کپیه، با این تفاوت که فایل‌های شما رو جابجا میکنه. فرض کنیم که شما یه پروژه‌ای داشتید که توی دو تا هارد توی دستگاهتون کار شده، یه هارد 250 داشتید یه هارد 60، یه کپچر اسکرچ توی هارد 250 تون داشتید یه کپچر اسکرچ توی هارد 160 تون، یه سری راش توی این کپچر اسکرچ، یه سری راش توی اون کپچر اسکرچ و حالا یه سری فایل صوتی ادیت شده و حالا تمام اونها رو میخواید منتقل کنید به یه هارد جدیدی که خریدید و مثلا یه هارد 1 ترابایتیه یه هارد 1000 گیگابایتیه و میخواید فرضاً این دوتا هارد رو از سیستمتون خارج کنید. موو میاد برای شما تمام پروژه‌تون رو، یعنی تمام اونها رو به اون مسیری که براش تعیین میکنید منتقل میکنه بدون اینکه هیچ گونه مشکلی برای فایل هاتون پیش بیاد. چون همینجوری اگه شما خودتون بخواید تک تک فایل ها رو جابجا کنید، برید تو حالا این هارد ببینید کجاها فایل سیو شده، کجا کپچر اسکرچ بوده، چه چیزهایی هست، همش رو بخواید دستی جابجا بکنید، خیلی کار وقتگیر و عذاب‌آوری ممکنه باشه. یه کار دیگه‌ای که میتونید با موو انجام بدید بکاپ کردنه. فرض کنید که شما حالا این هاردی که اینجا داشتید هارد اصلیتونن و مثلا 2 ترابایتن. حالا شما میخواید اونها رو بکاپ کنید و یه پروژه جدید رو شروع بکنید. این همین سیستم میتونید این کار رو روی هارد اکسترنال انجام بدید و اونها رو منتقل کنید به یک هارد دیگه که حالا بعداً اگر نیاز شد دوباره بهشون مراجعه بکنید. عنوان بعدی که اینجا وجود داره ریکامپرس. همونطور که شما می‌بینید موقعی که من ریکامپرس رو می‌زنم یک سری چیزهای دیگه اینجا فعال میشه که تو شرایط قبل غیر فعال بود. ریکامپرس چی کار می‌کنه؟ ریکامپرس توسط ریکامپرس شما میتونید یک سری فایل رو تبدیل بکنید به یک سری فایل دیگه با ابعاد متفاوت. به طور مثال ممکنه یه پروژه سینمایی با رزولوشن 4520 در 2540 که در واقع همون فایل 4K توی یه دستگاهی اومده باشه، حالا یا با دورین رد فیلم برداری شده یا با SI2K یا هر دوربین دیگه ای، یا اسکن نگاتیو بوده. حالا شما میخواید اونها رو روی دستگاه خونگیتون که یه G5 ادیت بکنید، اما میدونید که کشش هندل کردن یک همچین فایلی با یه همچین ابعادی رو نداره. شما میاد توی اون مرکزی که براتون این تصاویر اسکن شده رو داره کار میکنه بهشون میگید که براتون تصاویر رو ریکامپرس بکنن و حالا به ازای توان دستگاهتون، مثلا دستگاه من که G5 میتونه تصاویر HD رو راحت کات بکنه و روی تصاویر HD راحت کار کرد،
میشه اومد اینجا توی ریکامپرس بهش گفت که مثلا من میخوام همه تصاویر رو برای من تبدیل بکنی به فرزن پرورز، حالا مثلا فرض کنیم 1280 در 720 یا 1920 در 1080 25 پی، حالا یا هر فرمت دیگه که مد نظر خودتونه، بیارید فرزن بیارید بریزید توی هارد فایر وایر، بیارید توی دستگاهتون ادیت بکنید و خروجی بگیرید، یا اینکه دوباره بفرستید برای همونجا برای خروجی. پس توسط ریکامپرس شما میتونید یک تعداد خیلی زیادی فایل رو از یه فرمتی تبدیل بکنید به یک فرمت دیگه، همونطور که شما اینجا میبینید مثلا 4K رو تبدیل کنید به HDF Full. عنوان بعدی که اینجا وجود داره Use Existing. همونطور که شما اینجا میبینید من عنوان Use Existing رو قرمز نوشتم و یه علامت تعجب هم جلوش گذاشتم. علتش اینه که این خطرناک ترین گزینه ایه که توی این 4-5 عنوان وجود داره. Use Existing یک سری از فایل های شما رو از هارد پاک میکنه، به خاطر همینه که خیلی باید مواظب باشید توی استفاده کردن ازش. فرض کنید که شما یه پروژه رو کار کردید و یه سکانس رو ادیت کردید، مثلا یه سری فایل توی یه سری جاها بوده توی هاردتون و حالا توی سکانسن و ادیت شدن. همونطور که شما اینجا میبینید جای خالی ما تو مجموع هاردمون فرض کنید 30 گیگابایت. عنوان یوز existing میاد میبینه چقدر از هر راشی استفاده شده و چه قسمت هایی استفاده نشدن. به طور مثال توی این سکانس میبینی که از این راش شماره 1 ما اینقدرش استفاده شده و این قسمت استفاده نشده و از راش شماره 2 ما فقط همین یه تیکه استفاده شده و این دوتا قسمت استفاده نشده، مثلا 5 دقیقه اول و 5 دقیقه سوم استفاده نشده، فقط 5 دقیقه دوم که وسطی بوده استفاده شده. Use Existing میاد برای شما تمام اونها رو از توی هاردتون پاک میکنه، اونهایی که استفاده نشدن. جای خالی شما تو هاردتون قطعا خیلی بیشتر میشه، اما نکته‌ای که وجود داره اینی که اون قسمت‌های دیگر رو پاک میکنه از توی هاردتون، یعنی شما دیگه به اون راش ها دسترسی ندارید. به خاطر همین خیلی باید با احتیاط ازش استفاده کنید و فقط توی مواردی که مطمئنید ازش استفاده کنید. ترجیحاً من بهتون توصیه میکنم زمانی از یوز اگزیستینگ استفاده بکنید که بکاپش رو یه جا دارید و الان فقط میخواید توی هاردتون جا خالی بکنید و مطمئن هستید که از این چیزهایی که دارید از اون تصاویر اضافی دیگه استفاده نخواهد شد. حالا میخواید یه سری فایل دیگه کپچر کنید و نیاز به جای خالی دارید. و اما عنوان آخری که اینجا داریم Create Offline. Create Offline شما برای زمانیه که شما حالا توی دستگاه اولی یه سری فایل براتون کپچر کردن، حالا وجود داشته ریکامپرس کردن یا هر چیزی، اونها رو تبدیل کردن به شما دادن، شما اومدید اونها رو ادیت کردید و حالا با همون فرمت خودتون در واقع اونها رو ادیت کردید، اما میخواید خروجی بزرگ بگیرید، میخواید خروجی شما همون خروجی با ابعاد اصلی و ابعاد بزرگش باشه. شما از Create Offline استفاده میکنید، یه پروژه کوچولو براتون درست میکنه با آدرس هایی که میتونن اون فایل های بزرگ اصلی جاش قرار بگیرن، میارید وارد همون دستگاه اصلی میکنید، دستگاه سورسی که این تصاویر رو به شما داده که همون 8 کور، همونطور که شما اینجا میبینید اینجا من 8 کور رو گذاشتم، این سکانس ادیت شده که Create Offline ایجاد شد میاد توی دستگاه اصلی ما و از اونجا برای شما خروجی بزرگ گرفته میشه. خب با این توضیحاتی که در مورد این 5 عنوان دادم توی قسمت بعدی در مورد جزئیاتشون توی خود پنجره مدیا منیجر بیشتر صحبت میکنیم.